خب وقتشه با دکتر فاطمه رضایی همراه بشیم و ادامه بحث شانه منجمد. خوش اومدین. سلام. مرسی. سلام. چه خوش رنگ و چه مرسی. اینقدر همه گفتن که دکتر رضایی همش تیره میپوشه، گفتم دیگه آخر تابستونه شادش کنم، یه یادگاری بمونه از تابستون. خیلی خوشحالم میبینم. مرسی به همچنین. خوش اومدی به برنامه خودت. به همه سلام میکنم و از اینکه اینقدر استقبال کردن در رابطه با برنامه شانه منجمد تشکر میکنم. از همه طبق معمول بگم که متاسفانه نمیتونم بدون مشاوره جواب سوال بدم، تو رو خدا انقدر من ناراحت نشین. تقریبا هفته پیش قرار بود دیگه اینستاگرام رو ببندم سر این قضیه. لطف بکن از طریق وبسایت هم، حالا وبسایت بدن نشون داده میشه، میتونن همه رقم میتونن وقت بگیرم و من تلفنی یا بیان اسکایپ کنن یا هر بله. اسکایپ هم میشه کرد باهاتون؟ اسکایپ هم میشه، تلفنی هم میشه، حضوری هم میشه. اونجا همه چی توضیح داده شده. خب بحث شانه منجمد به اینجا رسید که توضیح دادیم سه مرحله داریم شانه منجمد. اول مرحله انجماده و بعد که منجمد شده و بعد که باز میشه حدود 2 سال طول میکشه. من فقط دارم سریع دارم کاور میکنم چیزایی که دو سه برنامه قبلا گفتم. معمولا شروعش با یه تاندن اینجوری، یعنی یه ناراحتی تاندونی و یا رباتی هست و انقدر این ناراحتی کش پیدا میکنه تا مفصل خودش رو جمع میکنه، بهش میگن کپسولایتیس، یعنی مفصل خودش رو کاملا جمع کرده. خب سوالایی که این مدت به من رسیده این بوده که خب کسی که ناراحتی رباتی یا ناراحتی سافتیشو داره باید استراحت کنه، از اون ور هرچی بیشتر استراحت کنیم خب بیشتر این منجمد میشه، باید چیکار کنیم؟ سوال محشره، سوال خیلی خوبه. خب توضیح دادیم متاسفانه هر کاری ما بکنیم یه مدت خیلی زیادی درمان فروزن شولدر یا شانه منجمد طول میکشه، بین چیزی بین 18 ماه تا 2 سال تا 24 ماه طول میکشه. یکی پرسیده خوب میشه؟ بله خوب میشه. خب توی این 18 ماه تا 24 ماه جوری که ما رفتار باید بکنیم با این شونه منجمد این هست. اولش فقط میخوایم حرکت بیاریم. قبلا توضیح دادم ورزش های قدرتی نمی کنیم، چون هرچی ورزش قدرتی انجام بدین یعنی چی؟ یعنی عضله بیشتر داره کار میکنه، پس این که کپسول جمع بشه احتمال بیشتری داره. پس بنابراین ورزش هامون کششی هست و ورزش های ریلکس. خب یکیشو قبلا نشون دادم که حمید واسطه بود دستشو داشت تکون میداد و ورزش های کمکی ورزش هایی هستن که ما از دست خوبمون کمک میگیریم که دست بدم رو حرکت بدیم، که باز دوباره حمید یه ورزشش رو نشون داد. خب پس در مرحله 6 ماه اول که انجماد داره صورت میگیره، درسته که ما نمیخوام این انجماد صورت بگیره ولی این اتفاق خواهد افتاد متاسفانه فروزن شولدر، یعنی همین. کمکی که ما میتونیم بهش بکنیم این هستش که ورزش هامون کششی باشه و ورزش هامون ریلکسی باشه. به هیچ وجه ورزش این که الان برم دامبل بزنم این خوب میشه اینجوری کار نخواهد کرد. ورزش های بعدیمون یعنی بین 6 تا 12 ماه تا مثلا 14-15 ماه ورزش هایی هستن که ما بهش میگیم آیزومتریک، ورزش هایی هستن که خیلی قدرتی حساب میشن ولی حرکت توشون وجود نداره، که حالا جلسه دیگه سعی میکنم یه سری ورزش های اینجوری رو چند تا ویدیو بگیرم و بیارم با خودم. جلسه آخرمون خواهد بود راجع به فروزن شولدر صحبت میکنیم. و قسمت آخر ریکاوری که یعنی بین مثلا 16 ماه تا 24 ماه هستش، دیگه میتونیم کم کم شروع کنیم ورزش های قدرتی رو به این قضیه استفاده بکنیم، یعنی از آیزومتریک و ورزش های قدرتی ساکن حرکتش بدیم و ورزش ها رو با تقویت بیشتری انجام بدیم. یه چند تا کلیپ من فرستادم. یکی از ورزش هایی که دوباره گفتم ورزش های کمکی حساب میان، ورزشی هستش که الان قراره حمید نشون بده. قبلا نشون دادیم با یه خطکش حمید ورزش کرد، این سری دستش رو داره میگیره، یعنی دست خوب داره دست بد رو میگیره و داره حملش میکنه، یعنی با خودش میبره بالا پایین. اگه این ورزش نشون داده بشه حمید الان میبینین که مثلا دست چپش خوب نیه، الان دست راست دست چپ رو گرفته و داره میبره بالا. اینا حرکت رو داره آزاد میکنه، قدرتی نیست، چون اگه قدرتی بود باید دست چپ خودش کار کنه ولی اینجا کار نمیکنه. ما به این میگیم دراز کشیده باید باشه. آره به این میگیم پسیف موومنت، این حرکتی که ما داریم براش ایجاد میکنیم، خود دست این کار انجام نمیده. پس این یکی از ورزشای که کمکی هست. یه ورزش دیگه هم هست، یادمون نره که ورزش های
حرکات شونه حرکات خیلی پیچیده هستن، قبلا توضیح دادم، به خاطر همین هم هستش که انقدر طول میکشه تا این حرکات برگردن، چون فقط مثل زانو نیستش که خم و راست بشه، چندین حرکت داره و محورهای حرکتیش خیلی بازه. یکی از بزرگترین حرکاتی که این وسط صدمه میبینه حرکت روتیشن هست، یعنی چرخشی برخونه. چرخشی که یعنی دستت رو میخوای بذاری پشتت، مثلا بلیزت رو بکشی پایین، این حرکت رو نمیتونی انجام بدی، یعنی اصلا دست به هیچ وجه حرکت رو انجام نمیده. درد داره یا اصلا نمیشه؟ درد شدید داره و اصلا انقدر مفصل خودش رو جمع کردم که قبلا توضیح دادم که اصلا این حرکت براش امکان نداره. میایم دوباره ما این حرکت رو ایجاد میکنیم با دست خوبمون. الان فکر میکنیم که دست راست حمید ناراحتی داره، خب با یه حوله الان اگر نشون بدن این بله، ببین دست چپ داره میکشه بالا و اون حرکتی رو که ما نمیتونیم با دست راستمون انجام بدیم، حمید داره با دست چپش کمک میکنه که انجام داده بشه. متوجه میشین؟ یعنی دست راست الان خرابه، حوله رو گرفته، حمید با دست چپش داره این حرکت رو انجام میده، یعنی حوله رو میکشه جلو، پس دست میاد بالا، حوله رو ول میکنه، دست میره پایین. دست مجبوره که با آفرین داره این حرکت رو انجام میده anyway، ولی انجامش با خودش نیست. یعنی چی؟ یعنی که عضلات دارن کار نمیکنن، عضلات راحتن. اینجا یادمون باشه وقتی عضلات کار بکنن ورزشمون قدرتی میشه و این ورزش قدرتی الان موقعش نیست. خب پس همونطور پس دوباره برگردیم به این قسمت هایی که توضیح دادیم. ورزش اولمون ورزش های مثل پاندول ساعت هست که نشون داد حمید با دست آویزون، بعد حرکت های کمکی که یکیش این حرکت بود با خطکش، دو تا حرکت دیگه، اینا روی محورای اصلی حرکت شونه کار میکنن. بعد کم کم میاریم بسته به این که چقدر الان بهتریم. متاسفانه یا خوشبختانه شانه منجمد خیلی شخصیه، یعنی به هر کسی یه جور رفتار میکنه. اینجوری نیستش که بگیم سیاتیکه تمام پا رو گرفته، نه، ممکنه یکی حرکت روتیشنش بیشتر باشه، ممکنه یکی کمتر باشه. معمولا همه حرکت ها جمع شدن و همه حرکت ها به سختی انجام میشن، ولی بعضیا هستن این وسط که یک حرکتشون ممکنه بیشتر آسیب دیده باشه با یه حرکتشون نه. معمولا به این صورت هستش که ورزشایی رو که میخوام شروع بکنیم که قدرتی کار بکنن خیلی به آرومی، همطور که توضیح دادم، اگر شونه منجمد شما الان در مرحله‌ای هست که میتونین دستتون یه مقداری حرکت بدین و درد براتون ایجاد نمیکنه، یادتون نره درد براتون ایجاد نمیکنه، ورزش بعدی من مال شماست. خب پس اگر اصلا نمیتونیم تکون بدیم شونه رو، تا الان ورزشایی که حمید نشون داد همه مال اونا بود. اگر میتونیم یه مقداری حرکت بدیم به دستمون، این ورزش مال شماست. همطور که میبینین حمید دستش رو گشته رو دیوار، خیلی آروم خیلی آروم داره میاره بالا، تا اونجا که میتونی آروم آروم میبری، به هیچ وجه یک باره نمیری. ببین شکست است، خیلی آروم، یعنی به شونه این فرصت رو میدی که خودش رو کنترل بکنه و میری بالا، آروم میری بالا، آروم میای پایین. نیاز هستش که دستو به قول معروف سفت بکنیم وقتی میبریم برای، یعنی عضله هم؟ آره دیگه، اگر بخواد شور باشه که میفته. آره. پس بنابراین انقدی فقط قدرت داره که دستو اونجا نگه بداره و الیویشن، یعنی همین حرکتی که حمید داره انجام میده، فورورد الیویشن ما بهش میگیم، یعنی حرکت بالا، مهمترین حرکت شونه است. یعنی هر کاری شما میخوای بکنی، سرتو بشوری، مسواک بزنی، صورتتو بشوری، شونه کنی، همه این حرکت رو درگیر داره. پس بنابراین اولین کاری که میکنیم، اولین حرکتی که میخوایم به شونمون برگردونیم باید این باشه، یه همچی چیزی شبیه این باشه. ولی یادمون نره ورزش رو موقعی انجام میدیم این شکلی که شونمون میتونه بیاد. اگر هنوز اینقدر خشکی و در اون 6 ماه اول هست که به هیچ وجه شما نمیتونین، جیغتون میره، هوا میخواین دست بهش بزنین، این کارو انجام نمیدین، موقعی که شونه داره خودشو باز میکنه، یخش داره باز میشه، شروع میکنین ورزش‌های فوروارد فلکشن. شما توی ورزش‌هایی که نشون دادین یک دست مشکل داشت، مشکل انجماد شونه بود، یه دستش خب کار میکرد. پیش میاد که هر دو تا شونه با هم دیگه این اتفاق بیفته براش؟ متاسفانه میتونه. خب چند تا از دوستان اومده بودن برای من پیغام گذاشتن، خیلی فکر کنم هفته فیزیوتراپی بوده یا روز، من اصلا وقت نداشتم چیزی نگاه کنم، ولی
ورزش خیلی مهمه. همه میگن بگین چقدر ورزش مهمه. ورزش خیلی، ما با ورزش خیلی کارا میتونیم انجام بدیم. لطف بکنن الان وبسایت من اگر نشون بدن و لطفا بذارن یه چند ثانیه اونجا باشه، چون دوستان همه میگن میاد و میره ما نمیتونیم بنویسیم. خواهش میکنم بیان روی وبسایت من. وبسایت من صفحه اول وبسایت من، اون پایین تمام سوشال میدیای من هست، هر کدوم اونا رو بزنن میان و ورزشای منو میبینن. اینستاگرام اینا فعال هستن، بیان اونجا. من سوال متاسفانه نمیتونم جواب بدم، ولی ورزش‌ها خیلی عمومی هستن و میتونن ازشون استفاده بکنن. ورزش، شما با ورزش همه کار میتونی انجام بدی، هم حرکت میتونی بیاری، هم قدرت میتونی بیاری، هم سرعت میتونی بیاری، هم استقامت میتونی بیاری. پس دست کم نگیریم ورزش رو. خب اما ورزش هم باید مناسب باشه. حتما یه فیزیوتراپیست یا یه کسی که درس اینو خونده، من نمیدونم حالا تو ایران چجوری ما این قضیه کار میکنیم، ولی اینجا کسایی که پرسونال ترینینگ خوندن اینها میتونن به شما کمک بکنن. هر ورزشی رو نمیتونیم انجام بدیم. دوست دارم جلسه بعد دو هفته دیگه فروزن شولدر رو ببندم و میخوام بذارمش. چند تا کلیپ میخوام درست بکنم برای ورزش قدرتی و اینجا معرفی بکنم، ولی میخوام بذارمش برای سوالا. برای اولین بار میخوام یه جلسه رو فقط اختصاص بدم، اینقدر سوال بوده برای فروزن شولدر. پس دوستان در نظر داشته باشن سوالاتشون رو هفته نگه دارن برای هفته دیگه که من انشالله بتونم اینا رو جواب بدم. نمیدونم وقت دارم. بسیار عالی، پارتی بازی هم کردن، تقریبا 40 ثانیه وبسایتتون زیر بود که خیلی ازتون ممنون. خیلی ازت ورزش خیلی دارم من سوشال مدیا ورزش خیلی دارم. مرسی، ممنون که با ما بودین.